این اسم دعا کلا ما تو اسم گذاری ادعیمون فکر نکنید خیلی، چون اینا اسمو اهل بیت نذاشتن، بله مردم گذاشتن، مردم که دعا اسم میذارن. حالا یه وجهی براشون بعضن مثلا میبینی جالب مهمه که اصلا خیلی موضوعیتی نداره، مثلا میان دعای کومیل، اونجا چون کومیل اونو نقل کرده میگن دعای ایشون، یا مثلا میگن دعای یستشیر، با یه کلمش استفاده شده، وگرنه بخونی همش در مورد اسماء الحسنا است. شما اسمت بشون گفتم مثلا اسماء الحسنا میذاشتی بهتر بود. دعای ندبه وجه داره، یعنی حابی اون چیزی که بیشتر از همه تو ذهن مونده که اصلا اساساً این دعا باید از این جهت، یعنی بین مردم شایع شده که فلیندو به نادبون دیگه، یعنی اینجا زجه زد، گریه کرد، ندبه کرد، یعنی یک اون وجه از نظر مردم، اون وجهی که تو این دعا اضطرار حاکمه بسیار جدیه. داریم حالا تو به فرازش رسیدیم، به وقتش صحبت میکنیم، ما میگه باید زجه بزنی، یا زجه زاد جون، یا عجه لاد جون، عجه بزنی، مثل داد و بیداد کنی دیگه، میگه مثل کسی عزیز از دست داده جیغ و داد میکنه. خب این تعریف داره هر کدوم تو زبان عربی، یعنی چه جور داد و بیدادی، یعنی بخوایم سادش رو بگیم، یه میگه آقا گریه زاری برنده از چی؟ از نبود حضرت. و کسی میتونه اینجور گریه زاری بکنه، این خیلی نکته مهمیه که این سبک زندگیش این باشه، این کسی که نبود رو واقعا حس بکنه. شما بیایی مثلا بیایی بچه بگی که سنونم قباله ازدواج نمونم مثلا فعلا گم شده، میگه به درک گم شد، اسباب بازی من گم نشه، یه تو که پلاستیکی هم دستش گرفته، اگه اون گم بشه بیچارت میکنه، انقدر گریه میکنه، باید بری همونو پیدا کنی بیاری برش. یا دستشی که بابات گم شده، میگم به درکی گم شده، چه اهمیتی داره؟ اون کسی برای چیزی زجه میزنه، عجه میزنه که اهمیتش رو فکر میکنه. یعنی مسئله که اینجا من شما باید بگیریم که جلسه قبل صحبت کردیم که آقا اصلا این دعا دعای امام شناسیه، میخواد به همون بفهمونه، بفهمی چیو نداری کیو نداری. شما تو روزه‌ای که برای اهل بیت خونده میشه، حالا یه نفر حالا مشکل داره اشکش نمیاد، کاری ندارم، اما اینا مثلا در مقابل یه روزه برخورد یکسان دارن، خیر آدم از داری از مدت گودال قتلگاهه، انگار نگاه دارم جو نگاه آدم هم از پش میگه آقا امام حسین از مدینه راه افتاد، میزنه زیر گیری، درک اینا متفاوته نسبت به موز، نسبت به ولی معصوم. جلسه قبل عرض کردیم مثلا این دعا میخواد به ما یاد بده ما چجوری حب خودمونو، محبت خودمونو با امام زمان تنظیم کنیم، اصلا با میفهمه که تو باید دوستش داشته باشی، که دوستش نداشته باشی که گریه نمی کنی. که یه نفر عزیز از دست داده میری سر قبرستون، دارن خاک میکنن بنده خدا رو، دفن میکنن، گریه ها مساوی همه، شبیه همه، بعضی مثلا فامیل از نزدیکان نیستن، دورن، با دو سه واسطه دعوت شدن، میرن بغل نشسته، ناراحت و متاثر، اما دیگه تو سر کلش نمیزنه، اما زن بچه طرف اونجا دارن خاک و خل میزنن سرشون، برخورد یکسان که نیستش که، هرچه محبت بیشتر این نبودن رو بیشتر احساس میکنه طرف، بیشتر زجه میزنه. میان علی ابن محضر بعد اینکه حضرت رو دید بعدش مرد، دیگه نتونست دوری تحمل کنه. ما نمیدونیم چون درکی نداریم، چون ندیدیم، نچشیدیم، لمس نکردیم، متوجه نیستیم. شما مثلا 50 سال پیش میمدیم به ما گفتیم که مردم ایران بهتون موبایل نمیدیم، به درک نمیدیم، موبایل اساسی اصلا چی هست؟ اما الان همین امروز بیام مثلا موبایل همین جمع جمع کنم برام طرف، آسی میشیم، کار زندگیمون میمونه. چرا؟ چون دیگه الان شناخت داریم، چون عادت کردیم، چون مزدش رو چشیدیم.
این خطی هم که تو این دعا هست اصلا فردی نیست، اجتماعیه. یا توی جامعه اسلامی علی ابن ابی طالب دیده بود یا نبوده بود؟ خب حالا بود دوباره با چرا قوه دنبال عدالت علی بگرد. حالا برو برو زمین و زمان رو به هم بدوز ببینم یه نفر میتونی مثل امیرالمومنین پیدا کنی. بعد اونجاست که میگه عین الحسن و عین الحسین. بعد بگید یه عینه یعنی ندارم کجوز. دعا چهار بخش تشکیل شده. فراز اول که حمد و صلواته، الله الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیما. خودش یه بخشه ولو یه جمله است. قرار نیست اینا برابر باشن، من از نظر مثلا تقسیم حروف و اینا نمیگم، خیلی مهمه حالا صحبت میکنم. فراز دوم ثنای بر قضای الهیه، شکر میکنیم به خاطر این قضا و قدر. یا اللهم لک الحمد الله ما جرا بهی قضا فی اولیائک الذین استخلصتهم لدینی لنفسک بدینی. این بخش. بخش سوم یک بازه تاریخی رو نقل میکنه از آغاز تا ظهور. فبعضون اسکنته فی جنته، حضرت آدم شروع میکنی تا روزی که آغاز ظهور میکنه و نحن نقول الحمدلله رب العالمین. این بخش طولانی نیست. فراز چهارم که خیلی طولانی تره، بخش استغاثه، اضطرار و طلبه. اللهم انت کشاف الکرب والبلوا، شروع میکنی همینطوری گریه زاری کرده. دعا هم جلسه قبل عرض کردیم یک مسیر تمدنی داره، این خیلی مهمه. ما تو کمتر جای اینطوری دیدیم، تا دیدیم هم حسن به این شکل نداریم. یه مسیر تمدنی داره، جبهه بندی رو خیلی درست نشون میده. مثلا شما قرآن رو که نگاه بکنیم اینه دو تا ولایت بیشتر نداره، یا ولایت الله یا ولایت شیطان، اصلا ولایت سومی وجود نداره. بقیه به نوعی ذیل اینا، یا حزب الله داری هم الغالبون یا حزب شیطان داری. فضای قرآن فضای نور و ظلمت، همه چی همینجوری تقسیم بندی میشه، میگه نور این ظلمت، این آب پاک این آب کثیف، همینطور. حتی اصلا بنده معتقدم اگه کسی این فضای قرآنی را نفهمه نمیتونه اصلا قرآن تفسیر کنه، اصلا متوجه نمیشه قرآن. شما اگه همینجوری مثلا پشت سر هم اینا رو متوجه نمیشی، فضا و اتمسفر اون آیات دستت نباشه، منظورم رکوعات نیست دا بگی این موضوع تموم شد رفت و مرد، نه، تو همون موضوع یهو میره ای خدا یهو رفت تو آسمون، رو زمین یهو میره تو آسمون، یه خدا چی داری میگی. مثلا صحبت اینه که بالاخره ما ولایت علی رو قبول بکنیم علیه السلام یا ولایت اهل کتاب و کفار و سوره مائده. بعد یهو آیه میشه فعضا ناده تو مل السلات اتخذ و حوض و واو لعبا، میگین شما آمدید به بازی گرفتید نمازو. میگه من صحبت نماز بود خدایا. اما اگر بفهمید که تو این دستبندی نماز یعنی همان اهل بیت، و نقطه مقابلش امام صادق میفرماد، میفهم بول قائد به ادرار مدفوع، این دشمنای من تو قرآن، یعنی تمثیلی از دشمنای من، یعنی نجاستن خوک. بعد اونجا متوجه میشه چرا مثلا روز قدیر وقتی آیه نازل میشه بالای آیه داره میگه گوشت خوک و این چیزا رو نخورید، پایین آیه در مورد ولایت اهل بدر فوزه. این فضا رو باید متوجه بشید. مثال فقط هم ویژه قرآن نیستا، اینو به شما بگم، تورات هم همین جوریه، انجیل هم همین جوریه، که تو قرآن هم اشاره میکنم، میگه این مسئله اینها در تورات تو قرآن میگه، تو انجیل که مسئله فلا. نور یعنی هدایت، روشنایی، یخرج من الظلمات الا النور، مثلا برق لامپ برق اونجا روشن کردن، یه مشعل آوردن، چه ربطی داره؟
اگر این فضا دستت نباشه اصلا هرگز شما سوره نور آیه نور رو متوجه نمیشی. الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات و تو آخر. این دعا این قشنگ دستبندی رو نشون میده و سیر تمدنی رو نشون میده. ببین چی میگه، میگه که ببین این حرکت، حرکت انبیاء الهی بود، از آدم شروع شد. قصه از همون ماجرای اسکان در اون باغ و جنت بود، همون خطی که تو زیارت وارث داری. میگید بابا توی امام حسین این لحظه نبین، ایشون ادامه یه حرکته و بعد ایشون هم حرکتی ادامه داره. اگر کسی این خط و این فضا، این من تأکید میکنم یکی از ویژگی های بارز این دوست، اگر کسی این خط و این فضا دستش نباشه اساساً بدونی تو آخر زمان چپه میشه، بعیده بتونه جون سالم در ببره. چرا؟ چون زیر فشارها له میشه. مثال زدم جلسه قبل، شما مثلا توی فلان عملیات یا یه ندونه شهید میدی، میگه شکست خوردم، میگه هزار تا هم شهید بدم شکست نخوردم، ولی تهش چی میشه؟ اینجا میگه تهش اینه که پیروزید. و این عملیات که شروع شد؟ میگه از اول خلقت. اون برهه پیامبر برای یه بخش از این عملیات بود، یه جا شکست ظاهری رو حداقل میگم خوردید، یه جا پیروز شدید. بعد یه جا شما یه سوال ازت دارم، گوش کن ببین چقدر قشنگ میشه ماجرا وقتی اینجا نگاه کنی. بله آبی بود نشه، اگه خوبه نگهش داریم. بله شما توی عملیات یه نفر میاد عملیات استشهادی انجام میده، یه کسی مثل حسین فهمیدی به نارنجک بینده به کمرش خوشم روزی تانک. این الان به عملیات اصلی، این کار دو ثانیه که اتفاق افتاد نه یه دقیقه اصلا، به عملیات اصلی کمک کرد یا نه؟ میگه بله، یا راه بسته شد، اون تانک شنیش پاره شد، اون وایستاد، بقیهشون ترسیدن برگشتن رفتن، یا فرصت نبود میدون مینو خونسا کنه خودش انداخون رو، فرصت نبود سیم خاردار قطع کنه خودش انداخون رو. ستایش میکنی همچین کسی رو؟ میگه اگه این کار نمیکرد اصلا اونجا بچه ها گیر کرده بودن، باید سریع از این میدان مین رد میشدن. با سرعت بالا با این فداکاری عملیاتو پیش برد. فلزه یه جایی مثل کربلا رو میفهمی اصلا باید میشده که بقیه بتونن برن، بگه نه قطع میشد همونجا. اصلا عرض کردم انگار ابو عبدالله برای ماجرای کربلا سناریو نوشته، تمام حجت ها تمام شده است. که یه کافرم بود دیگه میگفت آقا به خدا قسم اینو به حق، کافر بود میگفت اینو به حق. که داریم تو همون ماجرای جریان کربلا یه دی سر یه سری از وقایع برگشتن، گفتن آقا دیگه این یکیش دیگه نه. اون عملیات استشهادی و قیامی که اصلا قیام قبل از امام معصوم، قیام اولین قیام حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد، قیام کرد. اصلا قرآن میفرمادن تقوم لله مثنا و فرادا، نبود یه نفری قیام کن. اون قیام الالعبد خط رو مشخص کرد، راه مشخص کرد. همیشه یه مسلمون برایش سواله چی شدی حضرت زهرا؟ مهمترین شخص بعد از پیامبر فریقین کلامی بخوان نگاه بکنن، روایتشون رو بزن که نزن کلامی و همه چی بزن نگاه بکنن، میگن آقا حضرت زهراست. چی شدیشون؟ ماجرا اون دعواها چی بود؟ چرا کسی که بهترینه بعد از پیامبر باید دعوا کنه؟ چجوری ایشون از دنیا رفت؟ میبینی؟ یه خطی رو مشخص کرد. این دعا اینو به ما نشون میده و میگه آخر عملیات هم مشخصه، پیروزی با ماست.
قرآن هم همینه میگه، میگن بدونه که حزب خدا غالبه، هم الغالبون، قطعا پیروزن. این آیه بعدی کدوم آیه است؟ انما ولیکم الله دیگه و رسول الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و بدونید اینا حزب خدا، اینا اون کسی که ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتن، اونا همه حزب خود من خدا و قطعا پیروزن. شما بدونی یه جنگ و حتما پیروزی چجوری شرکت میکنی توش؟ چقدر با رجا و امید شرکت میکنی؟ میگه قطعا پیروزی، میگه قطعا پیروزی. پس خودمون یه بخش از این عملیات باید ببینیم. اینجاست که دیگه گفتم طرف میفهم آقا مثلا چرا سربریدن اسماعیل انقدر ویژه بوده آزمونش، چون کسی تو داشتی سر میبردی که اهل بیت نسل او بودن. خیلی آزمون سختی بوده. لیلة المبیت تو میفهمی چرا آزمون سختی بوده. امیرالمومنین هنوز ازدواج نکرده، از اون طرف هم نسل پیامبر به واسطه امیرالمومنینه. حالا خودم میفهمه بری جات بخوابه. چقدر سخته برای پیامبر، برای ابراهیم، و چقدر سخته برای امیرالمومنین، برای اسماعیل. میگه آقا بقیه عملیات چی؟ اصلا مهم ته عملیاته. ببین اصلا منم کشته شدم، این نمیدونم تانکمون خورد، اون توپمون رو زدن، تهش میشه میگیریم اونجا رو یا نه؟ میگه بله، ان الارض یرثها. بدونید تموم کار. بعد شما میبینی که این کار اینجا به این رزمنده بنده مو به این باریک شده، به این آدم بنده. بعد میگه آقا اینو باید بذار لب خاکریز، بخوان تیر بارون بزن. می نمی کنم داداش. انجام نمیدم. خیلی باور قوی میخواد که این کار انجام بدی. خیلی باور قوی و ایمان عجیب غریبی میخواد. این که میگه امیرالمومنین تو لیلة المبیت تو جای پیامبر خوابش برد، یعنی انقدر این قلب آرام بود، خوابید قشنگ. به چی؟ به اینکه اعتماد به اون خدا وجود داره. توکل صد صد اپسیلونی توش، ذره‌ای مثقال ذره‌تنی توش خللی نیست. گفتیم اینم شاید من تو هم بودیم، گفتم میرم پیامبر ازم خواسته بیا اینجا بخواب، پیامبر ازم خواسته مثلا برو چه میدونم تو جنگمون هم از این کارهای شهادت طلبانه کردن. نه اون نیست. کار بی نهایت سخت میشه. اول چه کسی داره این کار انجام میده، تو چه برهی، اینا رو باید فهم کرد. خب اهمیت انقلاب اسلامی اینجا مشخص میشه. اصلا من میگم نفهم خود انقلاب اسلامی رو بفهمه بگم با دانلود بخون. چرا؟ برای اینکه میفهمی وقتی میگن آقا این ثمره انبیاء الهیه، یعنی خاک بر سر اون آدمی کنم که از این بیت المال میدوزده. خیلی احمقه. اون کسی که داره ضربه به این مملکت میزنه بی نهایت بی شعوره، چون خودش جلو 124 تا هزار تا پیغمبر داره قرار میده. شما که وسط جنگ یعنی یه نفر داره مثلا لاستیک های ماشین های خودی رو باز میکنه، شما فکر کن آقا تحریم آب تو حرم ابا عبدالله، صحبت سر این نیستش که یه نفر آبار داره میریزه رو زمین، میگن آب نیست، فلانی فداکاری که از دستاشو داد برای اینکه این آب برسه. درسته؟ بعد یه دیر پیدا کنی میبینی مثلا تو خیمه یه مشکی دارن سوراخ میکنه آبش بریزه رو زمین، یا ببینی یواشکی داره همینجا قلو 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 تو آب میخوره به بقیه نرسه. شما جا خدا چیکارش میکنه اونو؟ آره همونش تو رسیده خدا همون بلا رو سر اونم میاره. تعارف نداریم، پوستش گنده است. یعنی اگر ما میفهمیدیم این سیر رو، میگفتیم آقا چه بسا مثلا اهل بیت میبودن، زنده میبودن، یعنی و در دسترس میبودن، ما مستقیم صوتشون رو همینجوری میتونستیم بشنویم، چه جملاتی برای انقلاب میگفتن. و برخی از روایت هست که سالها قبل از اهل بیت گفته شده و میخوره به انقلاب ما.
مردی از قوم برمیخیزد قیام میکند، تحابو به روح الله، حالا بعضی میگم روح الله، یکی دقل یکیش میتونه این باشه، دورش جمع میشن، اسمش روح اللهه. علم از نجف کوچ میکنه میاد به قوم، هادا و زبو اینه و قومش، سلمان از سلمان من هادا، از این فرد اونها میان تا آخر زمانن. دانش یا ایمان اگر در دانش هر دو تا شسخه در باید در آسمان باشه، در سریا باشه، اینا میرن میکشن پایین به دست میگیرن. صاحب عزم راسخن کزوبر الحدیدن، مانند پاره های آهنن. اعظم هم یقینا، عظیمترین یقین که تا حالا ذکر شده جای اینا دارن. اکثر هم ایمانا، یعنی محمد میبین عملیات میبینید آقا یه تایمی میرسه یه گروهی به ما ملحق میشه، لما یلحقو بهم، سوره جمعه، یه گروهی ملحق میشن، یه گردان جدید نیرو میاد، آقا نمیدونید چی کار میکنن اینا، اهمیتش آدم میفهمه. و هم میفهمم که چجوریه 44 ساله این قصه داره همجی پیش میره. یعنی با اون چیزی که تحلیل زمینی ماها داریم، میگه ما 440 بار سقوط میکردیم، سالی 10 بار ما عراض لوبا شد این مملکت داریم، بارها عرض کردم که اینا رو صادر کنی به هر کشوری و مملکت به دو روز نمیکشه، اما اینا رو جمهوری اسلامی تو نگهشون داره، باشون مدارا کنه. عجیبه، باورشون نمیشه. شما با بعضی از این خارجی‌ها میشیم صحبت میکنم، مثلا شناخت دارن بود اخباری رو، میگن آقا چجوری این برهه رو تونستید؟ حالا میگم آقا روسیه دو ماه است ما تحریم شده، 44 ساله میبینی قشنگ یک دستی داره مدیریت میکنه. آقا فرمانده لشکر رو زدن، خب باشه جانشین اومد وایستاد، دوباره زدن جانشین اومد وایستاد، انقدر دیگه چی شده؟ میگم فرمانده لشکر آخری خدا برده تو سنگر، میگه اینو من زیر خمپارا نمیبرم تا روزی که بتونید یخاف القتل. همین امروز صبح جمعه زیارت داره، المحذب الخائف، ترس از کشته شدنشون، بقیت الله ذخیره امین دیگه ندارم، برید بشین در راه دور با بیسیم. آقا ما میخوام ببینیم فرماندهمونو، دوستان پشترش نماز بخونیم، دوستان صداشو بشنویم، متا ترانا و نراک. این فعلا آموزش بدید نیروها رو، فعلا باید آموزش بدید، محافظای خوبی نبودید، خوب آموزش بدید. یه همچین کسی دیگه درگیر مسائل خرد و کوچیک و بی اهمیت نمیشه. مثلا فکر کن بعضی اینجوری هم دیگه وسط عملیات درگیری، بعد یهویی مثلا یه فشنگی گیر کرده، یه فشنگ دیگه مشکل دارم توشون در میاد، چاشنیش عمل نکنه، آی این چه جنگیه، این چه عملیاتیه، یه دونه فشنگ اینجا گیر کرده، خب چیکار کنم؟ نه ده تا فشنگ گیر کرده، خب چیکار کنیم؟ آقا اصلا کل مهمات فاسد شده، آقا دشمن به ما مهمات فاسد داده، رفتیم خریدیم ندونستیم مهمات فاسد بهمون انداختن، چیکار کنیم حالا؟ چرا کل عملیات رو زیر سوال میبری؟ جمع کن ماجرا رو، دارن حمله میکنن، باید بریم اون سر خاکریز وایستیم. ببینید میشنوید اینا، گفتم مثلا آدم از ماشین پلاک قرمز میبینه مثلا زر بچه شد چیز کرده سوار کرده، کار اشتباهی هم کرده، ما بعدمون میاد ما ببینم من خودم برخورد میکنم، کافر میشه یهایی. این آخوندانه با سری اصلا دنباله، بعضی دنبالن بیدینشن، یا آیا کسی هست که یاری کند مرا مثلا بیدینم کنه. ویژگی خاص این دعا اینه که یه ویژن، یه ویو از اون انتها به ما میده، یه رویا بر ما میسازه، وقتی ما اون دریم و رویا رو داریم خوب سمت حرکت میکن. مثلا شما اصلا مقصده که میل حرکت به وجود میره در ما، و اینا ما جام تکون نمیخوره.
الان تو این گرما میگن آقا بیا بریم بندر عباس که برو بابا خدا پدرتو بیاموز، الان اردبیلی اون برا اگه هست بریم. زمستون برعکسه، اینجوریه دیگه. میگه اون آخره برا ترسیم میکنه تو دعا، یا آقا اترانو نحفو بک و انت تا ام الملا، میشه من شما رو ببینم همه دور تو گرفتن و شما امام و پیشوای مردمی و قد ملعت الارض عدلا، بعد اصلا گوشه و کنار زمین رو میگردی ظلم پیدا نمیشه، عدالت مستقره. همیشه میگه این آتا عملیات اینه، اصلا برات فیلم پخش میکنه، میگه به فیلمش برات بسازن. ما کلی روایت داریم مال بعد ظهوره، برای چی نگفته شده؟ برای اینکه این ویو و ویژن رو به ما بده، این تصویر کلی، یه رؤیا برای ما، شبیه یه رؤیا، اما تو رؤیا نیست، واقعیه، خوابی که حتما تعبیر میشه. آقا چی میشه شما یه جایی رو برای اولین بار برای مسافرت انتخاب میکنی؟ یه فیلمی، یه عکسی، یه تعریفی ازش شنیدی، اون فیلمه، اون عکسه، اون تعریفه رو برای اون میذاره، بعد میگه این فیلمه رو زیاد ببین، زیاد ببین تا در تو حس به وجود بیاد. اصلا این دعا دعای خیلی حسیه. اعتقاداتی که آچار کشی میکنه حس هم در تو وجود، این خیلی ارزشمنده. ما خیلی وقتا مثلا به یه شعوری میرسیم اما شعور نداره، سوال نداریم تو میگه. یه موقع است برعکسه، یه شعوری هست تو شعوری نیست، اونم باز به درد میخوره، 6 ماه فاتحش خونده میشه میره. این دوتا با هم کنار هم، برای قصه امام حسین هست، همیشه زنده است، چون هم شعور داره، شعور حسین از شها میکنه، هم شعور داره، چون برنامه‌ریزی توش میبینی، منطق توش میبینی، عقلانیت توش میبینی، فطرت توش میبینی. این دعا هم همین جوریه، خیلی جدی شروع میکنی بحث تاریخی رو مطرح کردن، از همون اول یه بحث اعتقادی رو مطرح کردن، بعد میرسه به اون عینه ها، کجایی آقا کجایی، مثلا کاملا ماجرا حسی میشه. ما همیشه تو بررسی بررسی جهان میریم، میگیم آقا مبدا کجاست، مقصد کجاست، و روش و وسیله و راهنمای راه چیه. این دعا مبتنی بر اون راهنما و اون تفسیر راهنماست. مبدا و مقصد که سری میگه، اما اینو برات باز میکنه، میباشه به چجوری برسیم، و انصافا هم در حقش جفا صورتی دارد. من بعد مثلا صدها شرح و چیز برای میگوید که نیست، متاسف. این دعا زیارت نامه خود حضرت هم هست در زمین، نکته جالبی، چون چرا؟ چون یکی از نسخه اینه که بعدش میگه دو رکعت نمازم بخون، بعد از زیارت دیگه دو رکعت نماز بخونه دیگه، که معمولا خونده نمیشه، ما دعای نوتبر که میخونیم و صبح نرم میزنیم و در میریم، دو رکعت نماز در واقع زیارت هم داره. خب